دیدار رهبران آمریکا و چین در فلوریدا و سیاست خاورمیانه پرزیدنت ترامپ موضوع چند مقاله در نشریات و رسانه های آمریکایی است پال برندس در مقاله در مارکت واچ با عنوان چرا ترامپ دست بالا را در برابر چین دارد می نویسد در جهان ذهنی پرزیدنت ترامپ شما یا برنده اید یا بازنده و وقتی پای چین به میان می آید او معتقد است آمریکا بازنده است اما واقعیت خلاف این است مذاکره کنندگان همیشه به دنبال نقطه ضعف طرف مقابل هستند و چین نقاط ضعف فراوانی دارد. کسری موازنه تجاری آمریکا با چین برخلاف آنچه که گفته می شود در روند تعادل قرار دارد. صاحبان سرمایه در چین با سرعتی فزاینده به آمریکا سرازیر می شوند و این امر به افزایش اشتغال در آمریکا کمک کرده است. رئیس جمهوری آمریکا نباید با راه انداختن یک جنگ تجاری این روند را معکوس کند. اس ای میلر در مقاله در واشنگتن تایمز با عنوان ترامپ آماده فشار بر رئیس جمهوری چین بر سر تجارت است با ما منصفانه برخورد نشده است می نویسد پرزیدنت ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره دیدار پنجشنبه با همتای چینیش در فلوریدا گفت خیلی جالب خواهد بود هیچ کس نمیداند چه خواهد شد ترامپ گفت زمان آن است که رئیس جمهوری آمریکا بر سر تجارت در برابر چین بایستد تجارت از شعارها و مسائل محوری کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بود. اندرو سورگل در مقاله در یو اس نیوز با عنوان آیا ترامپ می تواند با اهرام تجارت کره شمالی را مهار کند می رئیس جمهوری آمریکا گفته است از تجارت به عنوان ابزاری برای امتیازگیری در حوزه امنیت ملی استفاده خواهد کرد اینکه ترامپ موفق شود رهبر چین را برای اقدامی علیه کره شمالی تحت فشار بگذارد روشن نیست اما هر گونه فشار اقتصادی ترامپ علیه پکن احتمالا پیامدهایی در ایالات متحده خواهد داشت پرزیدنت ترامپ گفته اگر لازم باشد بدون نیاز به چین به موزل کره شمالی رسیدگی خواهد کرد اما اذعان کرده است که پکن نفوذ فراوانی بر پیونگیانگ دارد USA Today در مقاله با عنوان ترامپ میگوید حمله سوریه خطوط زیادی را زیر پا گذاشت تیلرسون و هیلی روسیه را مقصر میدانند می نویسد رئیس جمهوری آمریکا تلویحا اشاره کرد که سیاست جدیدی را در برابر سوریه در پیش خواهد گرفت اما نگفت واکنش او به حمله شیمیایی در سوریه چه خواهد بود اگر ترامپ خود را به سرنگونی اسد متعهد نداند در هاشیه قرار خواهد گرفت اگر اسد مسئول حمله شیمیایی شناخته شود توافق سال 2013 برای نابود کردن زرادخانه تسلیحات شیمیاییش نقض شده است دن مریکا در مقالهای در سینان با عنوان عبدالله و ترامپ در برابر داعش متحدند بر سر پناهجویان متفرق می نویسد ملک عبدالله پادشاه اردن در واکنش به موج پناهجویان از سوریه از بیش از یک میلیون تن از آنها استقبال کرد پرزیدنت ترامپ در همان شرایط در روی آنها بست پادشاه اردن در کنفرانس خبری مشترک چهارشنبه سعی کرد تفاوت روی کردش با رئیس جمهوری آمریکا بر سر پناهجویان را کم اهمیت جلوه دهد و از پاسخ دادن به طرح ممنوعیت مهاجرتی پرزیدنت ترامپ تفره رفت. پرزیدنت ترامپ عهد کرد اردن را در مشکلاتی که در اسکان پناهجویان با آن روبروست کمک کند.